بانم یاد خدای مهربان، با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه خبری ساعت 6 خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 28 ثور 1389 هجری خورشیدی که برابر می شود با 18 ماه می سال 2010 میلادی. جواد سروش هستم به اتفاق همکارانم فاطمه احمدی و ادریس جویا در این برنامه خبری میزبانتان خواهیم بود. نخست سرخط خبرها. کوچه ها سر از فردا بهسود را ترک می کنند. استاد خلیلی برای رسیدگی به این موضوع شخصا به بهسود سفر کرد. کرزی: رای حل معضل کوچه ها اسکان است. وزیر داخله: آنچه در بهسود واقع شده وحشیان است. کشته و زخمی شدن ده ها تن در حمله انتحاری کابل. نخستین حمله پس از دو ماه آرامش در کابل. رابرت گیبز: توافق ایران به هیچ وجه کافی نیست. ادامه غنی‌سازی به سطح 20% ناقض قطعنامه شورای امنیت است. کوتاه آمدن دو طرف در تایلند: هم نخست وزیر و هم سرخپوشان حاضر به مذاکره مشروط شدند. مشروع خبرها. استاد محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور امروز شخصا به بهسود و دایمیرداد رفته و از مناطق آسیب دیده بازدید کرد. معاون رئیس جمهور در آنجا شماره از نمایندگان کوچه ها را به حضور خواست تا در مورد حل این معضل با آنان گفتگو کند. وزیر داخله که در این سفر معاون رئیس جمهور را همراهی میکرد، نتایج این سفر را مهم خوانده، میگوید که کوچه ها سر از روز چهارشنبه این مناطق را ترک میکنند. استاد خلیلی هنگام بازدید از مناطق آسیب دیده توسط کوچه های مسلح به خبرنگاران گفت که او شخصا برای حل دائمی معضل کوچه ها مسئولیت اسکان آنان را بر عهده گرفته است. معاون رئیس جمهور تأکید کرد که یگانه راه حل درست این قضیه فقط اسکان کوچه ها است که آن را هم دهنشینان و هم کوچه ها خواهان است. از حال تأسف از واقعی که در منصوله دایمرداد و مردم دیوک کوچه پیش آمد، خوشحال هستیم که با این سفری که داشتیم، با صحبت هایی که در کابل صورت گرفته بود، جناب وزیر صاحب داخله با حاجی صاحب و دوستای کوچی و صحبت هایی که اینجا صورت گرفت، فیصله ای که صورت گرفت، یک گام بسیار بزرگ برداشته شده. امیدوار هستم که ما با برداشتن یک گام ها شاهد کشمکش ها و مشکلات در این منطقه نباشیم و در همه جا شاهد آرامش باشیم. در این سفر که معاون رئیس جمهور را وزیر داخله، لوی دریستز قوای مسلح، معاون امنیت ملی و شماری از مقامهای محلی همراهی میکرد، شماری از کوچه ها را برای حل این مشکل به حضور خواست. حنیف اطمر وزیر داخله پس از چند دقیقه نتایج این گفتگوی دولت را با نمایندگان کوچه ها این گونه اعلام کرد. توافقات حاصل شد و در دو مرحله این توافقات دستبندی کردیم. مرحله اول عاجل و فوری آتش بس و رعایت آتش بس به وسیله هر دو طرف، هر طرفی که نتونه آتش بس رعایت کنه، اردوی ملی و پلیس ملی با تمام قوت و مقابله از اونا میپردازه. دوم، به صورت فوری از هر نوع پیشروی و حملات علیه قریجات خودداری میشه، جلوگیری صورت میگیره و این فیصله امروز باید تطبیق شود. سوم، تخلیه فوری و بدون قید و شرط از تمام مناطق مسکونی باید صورت بگیره. آقای اطمر تأکید کرد که بر اساس این فیصله تمام ارگانهای دولتی موظف است که به مشکلات مردم آسیب دیده رسیدگی نمایند. این در حالی است که بیشتری از ولسوالی دایمرداد و قسمت‌های از ولسوالی حصه اول و حصه دوم بهسود خالی از سکنه شده و تمام دارایی‌های آنان به دست کوچه‌ها افتاده است. ادامه خبرها.
حمله انتحاری صبح امروز در جاده دارلمان، پر رفت آمدترین جاده کابل، ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشت. از کشته و زخمی شدگان این رویداد آمارهای متفاوت ارائه شده است. پلیس کابل کشته شدن 12 غیر نظامی و زخمی شدن 47 تن دیگر را تایید می‌کند که از این جمله 10 تن آنان شهروندان خارجی اعلام شده است. اما آنچه شاهدان عینی می‌گویند و انتقال پیام اجساد در محل رویداد نشان می‌دهد، ممکن آمار نشر شده از تلفات زیاد هم صحت نداشته باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش. صبح خونین در پر رفت آمدترین جاده کابل. حوالی ساعت 8:10 صبح در نزدیکی قصر دارلمان شدیدترین حمله انتحاری انجام شد. این حمله پس از دو ماه آرامش در کابل ترس و وحشت ایجاد کرد. آنچه در محل رویداد دیده می شد واقعا تکان دهنده بود، با خصوص جسد خانمی که آلوده با خون روی سرک افتاده بود. شاید او می رفت سر وظیفه‌اش، یا شاید هم به بیماری که در خانه داشت دارو می آورد. دیدم سوسر اگه دیدم چشم برداشت نکرد که دیگه بریم دیگه سعی کنیم هر زخمی در موتر بالا کنیم. رفتم هر طرف پارچه های آهن فرش شده بود، موترها می سوختند. این موترها زیاد هم ناآشنا نبود. میلی بس شهری، تاکسی شهری، موتر مامورین و چند تا موتر دیگر که معلوم می شد از خارجی ها است. علمی جستار داریم انفجار شد. انفجار مجا به که انفجار شد مگه انقلابی شد. ترس هم ندارم از کسی. تفلک های مجا من دلی تفلک های زخیر هم هستن. مجا من نشون رفتم دان وید خود رساندم در محل واقع. محل واقع که رساندم خود اتا گوشتا تا اینمی جا افتیده بود. گوشتا تا اینمی سوا افتاده بود. تعداد مرده زخمی بسیار زیاد بوده دیگه، از دهان زیاد بوده. ملی پیشری ملی باز بوده، انفجاری پیشری ملی باز بوده، بغلش نظامی بوده، هر کسی که بوده ایرزا داوید راست رو سپرانده. اون دیگه اینمی قسم حالت ما دیدم، بسیار حالت خراب دیدم. پلیس کابل میگوید در این رویداد 12 غیر نظامی کشته شده و 47 تن دیگر زخمی شدند. آمار تلفات و هویت کشته و زخمی شدگان این رویداد تاکنون متفاوت ارائه شده است. گفته می شود 5 نظامی خارجی که هویتشان مشخص نیست نیز کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. اما آنچه که شاهدان عینی می گویند و انتقال پیام اجساد در محل رویداد نشان می دهد، ممکن است آمار نشر شده از تلفات زیاد هم صحت نداشته باشد. 47 نفر زخمی است و 2 نفر کشته. طالبان مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفتند. ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند گفته است این حمله انتحاری توسط یک موتور کرولا که حامل 750 کیلوگرم مواد انفجاری بوده انجام شده است. مقام‌ها در وزارت داخله وعده دادند که تحقیق می‌کنند این حادثه چگونه اتفاق افتاده است.